درود به دوستان و همراهان همیشگی کانال فارسی مدیا، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. در این ویدیو قصد داریم شما رو با سیاه دانه همراه با تخم مرغ آشنا کنیم. از این ترکیب چه فوایدی رو میتونیم بهره ببریم؟ سیاه دانه رو درمان هر دردی به جز مرگ میدونن. خواص و فواید سیاه دانه به همراه تخم مرغ به قدری فراوونه که از درد ناخن پا تا درد و بیماری های نوک موی سر رو میشه با اون درمان کرد. سیاه دانه به همراه تخم مرغ چه خواصی دارن که انقدر توصیه میشه از اون در برنامه غذایی حتما استفاده بشه؟ در این بخش از سلامت فارسی مدیا قصد داریم شما را با کامل ترین لیست خواص سیاه دانه به همراه تخم مرغ آشنا کنیم. پس همراه کانال فارسی مدیا در یوتیوب باشید. مورد اول، تسکین روماتیسم با ترکیب روغن سیاه دانه به همراه تخم مرغ. یک فنجان روغن سیاه دانه رو گرم کنید و اون رو با تخم مرغ ترکیب کنید. سپس قبل از خواب اون رو در محل درد بمالید و خوب ماساژ بدید. بعد محل درد مورد نظر رو با یک تکه پارچه پشمی باند پیچی کرده و استراحت کنید. سیاه دانه و تخم مرغ برای درمان سرگیجه و درد گوش. یک قاشق سیاه دانه رو به همراه عسل و کمی تخم مرغ ترکیب کرده و هر روز صبح به صورت ناشتا میل کنید. این کار رو حداقل 11 روز ادامه بدید. سیاه دانه برای درمان اسهال. یک قاشق غذاخوری سیاه دانه یا آسیاب شده رو با نصف استکان عصاره تره تیزک یا همون شاهی مخلوط کرده و پس از سرو غذا در 3 وعده میل کنید. سیاه دانه برای درمان دیابت نوع 2. مصرف تنها 2 گرم سیاه دانه در روز میزان قند خون و هموگلوبین گلیکوزیه رو کاهش میده. همچنین قادر عمل کرده سلول بتا رو افزایش بده، در حالی که مقاومت به انسولین رو کم میکنه. سیاه دانه و تخم مرغ برای درمان عفونت با هیلوباکتر پیلوری. خواص ضد تشنجی سیاه دانه به طور سنتی شناخته شده است. بر اساس مطالعات به عمل اومده برخی بیماری ها چون سر که در برابر داروهای مدرن مقاوم هستند، به راحتی با مصرف عصاره سیاه دانه قابل درمانند، چرا که این دانه ها قادرن تشنج رو به طور عجیبی کاهش بدن. سیاه دانه برای درمان آسم. آزمایشات انجام شده بر روی تعداد زیادی حیوانات مبتلا به آسم به وضوح نشون میده که اثرات ترکیب سیاه دانه و تخم مرغ نتایج بسیار چشمگیری رو نسبت به داروهای معمولی داره. بنابر دیگر آزمایشات، نوشیدن آب جوش به همراه عصاره سیاه دانه اثرات بسیار مطلوبی رو برای افراد مبتلا به آسم و راه‌های هوایی اونها داره. سیاه دانه برای درمان فشار خون بالا. افراد مبتلا به این مشکل میتونن تنها طی مدت 2 ماه درمان بشن. کافیه 2 بار در روز 100 و 200 میلی گرم عصاره سیاه دانه رو مصرف کنن. سیاه دانه برای درمان سرطان روده بزرگ. این سرطان رشد یافته رو میشه با استفاده از عصاره سیاه دانه به همراه تخم مرغ به راحتی متوقف کرد و از مصرف داروهای شیمیایی مضر در امامون. تحقیقات دامی نشون میدن که روغن سیاه دانه بدون داشتن عوارض جانبی اثرات عجیبی رو بر روی موشهای سرطانی داشتن. سیاه دانه برای درمان برخی از ریزش های مو. برای جلوگیری از ریزش موها و رویاندن موهای ریخته شده، پودر سیاه دانه و حنا به همراه کمی تخم مرغ رو و روغن سوسن مخلوط کرده و بر سر زمات کنید. سیاه دانه برای جوانی و زیبایی پوست. مالیدن جوهر سیاه دانه بر صورت باعث جوان شدن پوست صورت میشه. در برخی متون طب سنتی به این نکته اشاره شده که استفاده موضعی از تخم سیاه دانه و روغن کنجد برای درمان جوش‌های زیرپوستی بسیار موثره. این درمان گران برای تهیه این ترکیب به بیمارانشون توصیه میشه. روغن کنجد و پودر سیاه دانه را با یکدیگر ترکیب کرده و اون رو روی پوست صورت ماسک کنید. استفاده از این ترکیب به مدت 2 هفته به بهبود جوش‌های زیرپوستی منجر میشه، اما هنگام استفاده از این ترکیب باید مراقب بود که بیش از اندازه از این روغن روی پوست استفاده نکنید، چرا که استفاده بیش از اندازه از انواع روغن‌ها موجب بسته شدن منافذ پوستی میشه. برای استفاده از این ترکیب باید سر انگشتتون رو اندکی به این روغن آغشته کنید و روی پوستتون ماساژ بدید. سیاه دانه برای درمان و ترک اعتیاد. سیاه دانه قادر بوده 35 فرد معتاد رو که به طور طولانی مدت اثیر دام مواد مخدر بودن نجات بده. سیاه دانه برای درمان ناراحتی های کبدی.
مقداری از پودر سیاه دهنه را با گیاه صبر زرد یا همون آلوه ورا و عسل مخلوط کرده و هر روز صبح ناشتا به مدت 7 روز یک قاشق مربا خوری از اون رو میل کنید. همچنین میتونید روغن سیاه دانه رو که در حال جوشه با قنچه برگ‌های بید یا همون برگ‌های کوچک مخلوط کرده و پیش از خواب یک قاشق مربا خوری از اون رو به مدت 1 هفته میل کنید. سیاه دانه برای درمان سردرد و میگرن. نصف قاشق سیاه دانه یا آسیاب شده رو با نصف قاشق انیسون و 3 تکه میخک کوبیده شده مخلوط کنید و با 1 لیوان شیر بجوشید. بهتره کمی عسل خالص هم به اون اضافه کنید. 1 فنجان از این معجون داروی رو میتونید در هنگام شروع سردرد و میگرن بنوشید. با روغن سیاه دانه گیجگاه و شقیقه خودتون رو چرب کنید تا از سردرد خلاص بشید. سیاه دانه برای درمان درد و ناراحتی های کلیوی. 1 استکان سیاه دانه رو در 1 لیتر آب بجوشونید و با عسل شیرین کنید و به مدت 1 هفته صبح ها به صورت ناشتا اون رو میل کنید. همچنین میتونید 1 قاشق غذاخوری سیاه دانه آسیاب شده رو با نصف لیوان روغن زیتون مخلوط کرده و به صورت زماد یا همون پماد روی 1 تکه پارچه تمیز در قسمتی از کلیه که احساس درد میکنید بذارید. این عمل را روزانه 1 بار به مدت 5 روز ادامه بدید. هر روز مقداری جعفری در 1 لیوان آب بجوشونید و 7 قطره روغن سیاه دانه را به اون اضافه کنید و صبح و شب 1 فنجان میل کنید. این کار رو هم به مدت 5 روز ادامه بدید. تقویت قوای جنسی. مالیدن جوهر سیاه دانه بر کمر سبب تمدد اعصاب شده و قدرت جنسی رو افزایش میده. سیاه دانه برای درمان بی اختیاری ادرار. پوست تخم مرغ رو پس از شستن کامل با حرارت مقداری تفت بدید و مقداری سیاه دانه مخلوط کرده و بکوبید تا کاملا نرم بشه. 1 قاشق چایخوری از این مخلوط رو در 1 لیوان شیر ریخته و اون رو هم بزنید و صبح و شب به مدت 1 هفته میل کنید. سیاه دانه برای درمان دلپیچه و دردهای روده‌ای. به مقدار مساوی زیره و نعنا و انیسون رو بجوشونید و 7 قطره روغن سیاه دانه رو به اون اضافه کنید. سپس با عسل خالص اون رو شیرین کرده و در موقع دلپیچه و درد اون رو میل کنید. سیاه دانه برای درمان درد رحم. برای درمان درد رحم و زایمان پودر سیاه دانه رو با عسل و روغن مخلوط کرده و میل کنید. سیاه دانه برای درمان جوش های چرکی. اگه در گروه جوانهایی قرار دارید که از جوش های التهابی و ترشحات چرکی رنج میبرن، میتونید با استفاده از خمیر سیاه دانه برای درمان این جوش ها که غالبا بعد از بلوغ در نوجوانان به وجود میاد و در برخی موارد تا جوانی افراد ادامه پیدا میکنه اقدام کنید. برای تهیه این خمیر کافیه 2 قاشق پودر سیاه دانه رو با مقداری سرکه ترکیب کرده و آن رو روی صورت خودتون ماسک کنید. این ترکیب کمک میکنه جوش های التهابی و چرکی به مرور خشک و برطرف بشن. دوستان و همراهان عزیز کانال فارسی مدیا، ممنونم که تا آخر این ویدیو ما رو همراهی کردید. لطفاً این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید تا اونها هم از اطلاعات جالب این ویدیو استفاده کنن. تا ویدیوهای بعدی، بدرود.